کمی هم به تاخیر آمدیم، ولی خواستیم که اینجا را یک رنگ دیگه بتیم. گل ها آوردن همکارای ما و مهمان ما هم جناب فریدون فروتن هستن. باز هم در رابطه با درخت های تزئینی و گل های تزئینی میخوایم امروز صحبت هایی داشته باشیم و خصوصا بید. دقیقا، مجنون بید. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون تلو، بخصوص بیننده هایی که می اکنون بیننده هستن تقدیم میکنم. خیلی خوش آمدین به برنامه. باید گفت که گلا خو اکثرا نمونه های گلای فصلی و گلای تزئینی داخل خانه هست که فصل بهار و تابستان میتونین از این گلا استفاده کنین، اما یکی دو سه نمونه بیدام آقای فروتن آوردن و میخوایم از انواع بید بر ما بگوین. بسیار خوب مریم جان، بید که ما در افغانستان داریم خوشبختانه که اکثرش تکثیر خود افغانستان است و پشت و کار زحمت های خود دیوخین افغانستان بوده، ما اکثرا بیدار زیاد داریم، ولی یک بید است که به نام بید پریت، یعنی بیدی که ما رو تزیین میکنیم. همین بید است که در قسمت عقب مانده شده. از این ما کوچ درست کرده میتونیم، میز درست کرده میتونیم، شکل محراب، محرابی درست کرده میتونیم، هر چیزی که ما خواسته باشیم با قیچی داره و این قد میکشد میشه. بله، اول پیش از اینکه ما با دکچه زور بکنیم، میخوایم که همین بید شاندیم، ما یک میز میخوایم درست کنیم. هم میز چهار زلا میتونیم و هم میز گل جور کرده میتونیم. و اول در سر از این ما از فرض کنین از تار چهار اطرافش به متر جور میکنیم. امال جان مثل که چهار اطراف از زیر 80 سنتی پاگاکا گور میکنیم، در پا نوکای پا تارا گور میکنیم. وقتی تارا گور کردیم مریم جان، هر چقدر کی از این تار بلند شده ما را کات کرده میریم، قیشی کرده میریم. وقتی ما قیشی کرده رفتیم، این از قسمت های جالی که ما سر بسته کردیم، چوکات ای کردیم، از چوکات دیر ما کات کرده میریم بیرون رفت نمیتونه. بله، این بیرون دیگه برامده نمیتونه. وقتی کات کردیم در بین یک ماه یک ماه الی دو ماه بازم جالش اثر شوز میکنیم، فکس اونم تو یک بیت جور میشه. و اگر ما خواسته باشیم به شکل کره‌ای جور بکنیم، اینم تو یک چیز قبلا یک نقشه برای جور میکنیم، یک طرح جور میکنیم مقبول، بازی رو پیشش جال میگیریم. باز امی بیدی که گفتین که میتونین هر شکلی که میخوایم برش بدیم، این فصلی یا در تمام طول سال سبز هست؟ نه، این همیشه سبز است. خوشبختانه که امو جنس بیرون از افغانستان از ترکیه است، ولی تکثیری که شده از ترکیه هم کرده در افغانستان خوب نتیجه داده. به خاطر اینکه امی خود امی گیاه خوشبختانه در آب و هوای نسبتا تند خوب رشد میکنه، که افغانستان یک مقدار هوای سردتر داره، ترکیه نسبتا رطوبت داره و سردتر است. بنان بار زمستان از میشه استفاده بکنیم، اما تزیین و زیبایی و مقبولی زیرا ما همیش قابل استفاده است دیده میتونیم. فردی که قیچی هم میکنه دیگه فرد مخصوص امی است که باید این کارا بکنه. بله، ما خونه میتونیم. بله، و اگر کوشش بکنیم شاگردی بکنیم میتونیم. چون خودت من امکان دارم فکر میکنم میتونی. ولی اکثر کسا اگر میخواین که یک بید تزیینی را دیزاین بکنن، ساده ترین طریقش ما برشان میگم، بید از هر گوشه و کنار افغانستان خریداری کرده میتونن، ولی کوشش بکنن امی بید هم سه نوز هموطنهای مازی که با آگاه باشن، یک بید است که از پاکستان آمده که با محیط ما سازگار نیست، به جلال آباد مشکل نیست، به لغمان مشکل نیست، از او در کابل قابل استفاده نیست. یک بید دیگه داریم که از ایران است، ایران هم قابل استفاده است. اینی بید است فکر میکنم، اینی بید دیگه بیدی که ما داریم این بید ترکیه است. اینی را شما میبینید این هم پاکستانی است، این گل بید پاکستانی است. گل بید پاکستانی در جاهای گرم در کابل نتیجه نمیتونه. نمیتونه ولی اوتور نتیجه نمیتونه، کاملا از بین نمیره که ما بخیر بوتر نداشته باشیم، ولی به مثل بید ترکی که ما تزیین کرده بتونیمش، دیزاین کرده بتونیمش، اوتور کار نمیتونه. و اما ما اگر میخواین که تزیین بکنن خودشان، خب سه نوع بید گفتین، بید ترکی، پاکستانی، یک بید ایرانی سینما. و عمویی که برگ ریزش برگ نداره و همیش سبزی خود داره و همیش سبز میباشه، چهار فصله است، همین بید ترکیه است. ولی تکثیر خود افغانستان، ما بید ترکیه هم حالا گفته نمیتونیم، چرا که ما یک قلمچایش قبلا از آوردیم از اونجا دگالی نمیتونیم بگویم ما ترکیه است، چون تمام از این تکثیر خود افغانست، تکثیر خود دیاخین افغانستان است. و اگر کسایی خواسته باشه که دیزاین بکنن، ساده ترین طریقش ایمل جان، چهار بید بخره در یک جای باره، اول ساده ترینش به شکل دیوار است که ما در بعض جای ها دیدیم، مثلا دانشگاه کابل و جای های مختلف، پنتون است، پنتون کابل است، بله، و وزارت خارجه است، وزارت خارجه است، در وزارت خارجه ما به شکل کاوچ هم جور کردیم. بله، فکس شما اگر ببینین، فکس خود کاوچ است، حتی آدم شیشته میتونه. خلاص، مد پس فصل بعدی که خواستیم تغییرات بیارم در دکوراسیون داخل ست، حتما یک کاوچ جور میکنیم از بید. بله، امکان داره. امکان داره که خوب است. و بجز از این بیدا ما بید مجنون بید داریم. بله، که یک دو نوع بید دیگه است به نام زرد بید و سیاه بید میگنش. بله، بله، که زیادتر به دستک استفاده میکنه. بله، بله، میگنی و زیادتر در اطراف ها میباشه. بله، بیدای خود افغانستان که به نام زرد بید و سرخ بید است،
و سیاه بید است، مار بید است و خوبترین بیدی که در افغانستان ما داریم بید مجنون است. بله. بید مجنون در جاهای شانده میشه که اکثرا جایی که ما آبزای را ترتیب میتیم به خاطر آبازی باز در یک نقطه بلندتر از آبز که خود آبز در قسمت پایین باشه و یک نقطه که بلندتر جور بکنیم که شاخ و پنجش به سر آبز کشان شود و در هر هوا و هوایی که در نقاط مختلف افغانستان از جواب میتهد اگر؟ بله و یک خوبی که بید مجنون داره یعنی آب زیاد کار داره ایمال جان در جای ما را نصب کنیم و نور آفتاب زیادتر بسرش بتابه چقدر که نور آفتاب بالاش زیادتر بتابه اون هم قدر سبز می باشه و اما قدری که او کار داره و یک گپ جالبی که داره مجنون بدی است که وقتی اگر مبتلا به خشکی شوه به جاهای بیابی شوه اون هم قدر خشکی را هم تحمل داره بله. و این هم نیاز است که باید مجنون بید هم قیچی باید شوه نه؟ و مجنون بید چی رقم قیچی میشه؟ بله. مجنون بید اصلا دیزاین میشه قطکوری ضرورت نداره با مثل دیگه بیدای ما که ما قط میکنیم یعنی خوب رشد بکنه خوب نمو بکنه بید مجنون تو چیز نیست ما میخوایم بید مجنون با شکل دایره بشه همیشه فروتنی خدا نشاب میده بله بله شکستگی فروتنی خدا همیشه نشاب میده بید مجنون اگر ما میخواهیم که در یک جای به شکل قابی جور بکنیم به شکل قاب گرد زیر خط بندازیم گرد درخت یک شکل دایروی خط بندازیم به اندازی امو خط مریم جان این شاخهاش پیش است یا را کت کنه میریم به سر دایره هم تو منظم تا شوه به شکل خود مجنون که میگه مجنون همیش که جایش نشسته می بود ماهاش با پایش افتاده می بود خب از این بیدایی که تزئینی است و در داخل حولیا و داخل خانه و جای دیگه استفاده میشه باز شرایط نگهداری اینا و آبیاریشان چی رقم باید باشه یعنی کد نیاز دارن و بله بسیار یک موضوع خوب مطرح کردین مریم جان بیدایی که ما اگر در داخل تعمیر خود استفاده میکنیم حتی ما اینو میتونیم در گلدان هم استفاده بکنیم من میخواستم میرم در گلدان جواب میده بله بله در گلدان استفاده کرده میتونیم و جاهایی که زیبایی مقبولی خاص خود این بیدا که داره خصوصا در قسمت های زینای بیرون از تعمیر که به شکل یک صفحه است که باز ما در بلاک یا در تعمیر در جایی که میدرایم در این قسمت وقتی ما در تعمیر میدرایم در دروازه اولی باز با تعمیر چشم ما بخوره این یک زیبایی خاص خود داره و معمولا یواش یک مقدار زیادتر کار داره آب زیادتر کار داره در جایی که ما میبینیم صرف یک مقدار سایه نباشه سایه هم نقص نداره یعنی کدام مشکل سایه نداره ولی همین برگای ازی وقتی در آفتاب باشه که آفتاب بتابه یک مقدار بالا ازی و در شما احساس میکنین برای جور که برگای ازی چرب کرده باشین و به این مرجان معلوم است برگه های نازک نازک و دراز دراز و اگر جایی که آفتاب فکر میکنم ایمال شاگردتان است چون اینا بخاطر ایمال جان هم معلومات داره بله بله خب باز بعد جایی باشه که نور آفتاب زیادتر بهش بتابه بله. اگر کمتر هم باشه مشکل نداره یعنی با کدام مشکل مواجه نمیشه صرف در قسمت خشابه کردنش ما هر ناله و هر گلی که در دفتر خود داریم در خانه خود داریم در تعمیر خود داریم حداقل یک هفته بعد بالای امو گلدان یک سر بزنیم بله و خشاویز چی رقم باید باشه؟ خشاویز فقط یک نرم کردن گل در قسمت وسط چاندگی است و یک چیزکی را ما بگیریم پنجواره مثلا بله پنجواره میشه که مریم جان میره نرم بکنیم وقتی نرم کردیم خب ترین چیزی که قابل استفاده است یک نوکود از کد 2020 میگن که نه کدام بوی داره و نه کدام تعفن داره و کم کم از این استفاده کنیم او البته دو هفته بعد سه هفته بعد اگر میخواهیم که ما خوب ترین گل نگاه بکنیم باید خوبترین مراقبت بکنیم بله. هر چقدر مراقبت بیشتر باشه اما قدر گل زیبا و مقبول تر امید داشته گلایی که پشمورده میشن و درختایی که پشمورده میشن چی کار باید باز بکنیم بسیار خوب گلایی که پشمورده میشه ایمان جان چند موضوع است اگر موضوعی بیابی باشه که یعنی برش آب نرسیده باشه پشمورده شده باشه یک تعداد کس هستن جناب فروتن صاحب که اما اندازه کود دادن خود هم نمیفهمن بله درست که این گل یا این درخت به چه مقدار ما کود بتیم گاهی وقتا کود زیاد داده میشه و او درخت خشک میشه برگاش اگر رقم چملک میشه و چند روز بعد ببینی که از بین میره بله. و اگر ما میخواهیم که ساده ترین طریقه کد دادن ایمال جان بله. کسایی که معلومات ندارن در قسمت از این که بعد عمو گل و گیاه نباتی را که دارن با چه رقم کد بدن یکی اگر میخواهن گل سایگی و افتوی را معلوم بکنن شما اگر گل از بازار میخرید نمیفهمید که سایگی یا افتوی بله و دکاندارم اگر شما اگر سایگی کار داشته باشین او افتوی باشه شما که بگین چون میگن نال اگر میشه بازی نخره تو بگی سایگی کار داره میگم سایگی است اگر باز بار دیگه بیاین بگم میره افتوی کار داره میگم افتوی است ولی اگر شما میخواین که گل سایگی و افتوی را بفهمین که آیا می گل که ما داره می سایگی یا افتوی گل که اول خریدین از بیرون بازار شما در دلیز در جای بونین که افتاب نداشته باشه هیچ کاملا آفتاب نداشته باشه اینو به 24 ساعت نگاه بکنین 24 ساعت ببینین که دمی گل تغییر می آنه میه اگر گل برگاش گلهاش اما دو تر و تمیز بود و آبش داشته باشه خب مشکل نیست اگر دیدین که برگاش کم کم خود پایین کرده با شما در نیمه آفتابی نگاه کنینش بیارین دفعه شیشه باز 24 ساعت دیگه نگاه کنین اگر ایجا خود جور کرد اون مشکلی هم که قبلا در دلیز داشت حل شد بفهمین که نیمه آفتابی است اگر در پشت شیشه هم دیدین که حل نشد بازی رو بکشین تا کامل آفتاب
بازو حتما گل افتوی است در افتوانش او مشکلش حل میشه و موضوعی که ایمرسون مطرح کردن سکوتا که وقت کم داره موضوعی که ایمرسون مطرح کردن به خاطر ریزش گلهای برگا و اگر کس میخواد که گلش همیشه خوب باشه با 15 روز بعد یک قاشق کود سیاه با کشوا کردن بده هر مشکلی که داشته باشه چون ترکیب تماما مواد آدمو است او مشکل حل میشه بسیار تشکر فرتن صاحب بسیار خوش آمدین وقفه میگیریم پس از وقفه در بخش سرخط برنامه بامداد بیننده باشید